علم اقتصاد یکی از معدود علوم انسانی و معدود علوم اجتماعی است که متاسفانه یا خوشبختانه علم اقتصاد میتونیم ادعا کنیم که شهودی یا اینتیوتیو نیست، به خصوص علم اقتصاد کلان اینتیوتیو یا شهودی نیست. مثال میزنم خدمت شما، یک بحثی در کل دنیا در جریان هست که حداقل دستمزد باعث افزایش سطح رفاه میشه، لااقل باعث افزایش سطح رفاه اقشار فرودست جامعه میشه. شاید ما در این کلاس یک روزی فرصت کردیم که خدمت شما در مورد حداقل دستمزد صحبت کنیم و نشون بدیم که احتمالاً با احتمال خیلی زیاد ممکنه چنین نباشد. حداقل دستمزد اتفاقا میتواند رفاه اقشار فرودست جامعه را کاهش بدهد. این یک نکته‌ای که باید دقت بفرمایید. نکته دیگری که اتفاق افتاد و شما ملاحظه فرمودید این بود که در ماه آبان سال 1398، یعنی دقیقاً 14 ماه پیش در حدود 15 ماه پیش اتفاقی افتاد در کشور. قیمت بنزین ناگهان تغییر کرد، قیمت بنزین ناگهان دو برابر شد و این منجر به شورش اجتماعی شد، منجر به شورش خیابانی شد. چرا منجر به شورش خیابانی شد دوستان عزیز؟ اگر کسی از دوستان میتونند بنویسید چرا وقتی که قیمت بنزین افزایش پیدا کرد منجر به شورش اجتماعی شد؟ نه، چون نوشتن چون براش آماده نبودیم، بالاخره یک دلیلی داشت دیگه. احسنت، بله کاملا درست فهمیدید. چون پیشبینی این بود که وقتی قیمت بنزین افزایش پیدا میکند، پیشبینی این بود که افزایش قیمت بنزین به مثابه تورم بالاتر است. در قبل از آبان 1398، یعنی از مرداد 1398، نرخ تورم نزولی بود دوستان عزیز. بعد از آبان 1398 با توجه به این که تقریبا تمام اقتصاددانان کشور به جز دو سه نفر که بنده جز اون دو سه نفر بودم و افتخار میکنم که جز اون سه نفری هستم که ممکنه که چنین اعتقادی نداشتم، به جز سه نفر تقریبا تمام اقتصاددانان کشور معتقد بودند که افزایش قیمت بنزین به افزایش نرخ تورم میانجامد. تقریبا تمام مردم، یعنی 99% هم نبوده، شاید 99.9% از مردم در ایران معتقد بودند که افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش نرخ تورم می شود. تقریبا 100% کارشناسان اقتصادی و مسئولان اقتصادی کشور معتقد بودند که افزایش قیمت بنزین به افزایش تورم می انجامد. جهت اطلاع شما، افزایش قیمت بنزین مطلقاً تأثیری در افزایش تورم نداشت. خب من چه دارم خدمت شما عرض می کنم؟ یعنی نمودار منحنی تورم قبل از افزایش قیمت بنزین و بعد از افزایش قیمت بنزین مطلقاً هیچ گونه شکستی نداشته است. شاید در ماه بعد از افزایش قیمت بنزین یه چیزی در حد چند دهم درصد این نرخ افزایش پیدا کرده، ماه بعدش اون افزایش رو هم جبران کرده. خب پس چیه؟ مسئله اصلی اینجاست که افزایش قیمت بنزین از نظر شهودی برای ما مسجل بود، برای اکثر مردم ایران مسجل بود که افزایش قیمت بنزین به افزایش نرخ تورم می انجامد، ولی شهود در تحلیل اقتصاد کلان جایی ندارد. شما باید بیاموزید، علم را باید بیاموزید. این هست که ارزش این کلاس رو بیشتر بدانید، چون که مطالبی به شما خواهم گفت که به طور عادی شما نمیتوانید اینها رو دریافت کنید.